استخاره برای جنید خیلی خوب اومده و برای عدنان بد. مامان استخاره رو ول کنین. ای مگه استخاره شوخیه پسرم؟ میدونم شما حرف دین براتون مهمه، ولی مردم بهمون میخندن، اون وقت میگن دخترشونو به یه خواننده دادن. مامان مردم میان از شما دعا میگیرن، شما همیشه به مؤمن بودنتون مشهورین. اعتماد مردم رو از دست میدین ها؟ میخواین چه جوابی بهشون بدین؟ بگین دامادتون یه خواننده است؟ خودم میدونم، ولی بابا تو زویا رو چطور راضی کنم ها؟ یعنی بهشون دروغ بگم؟ مامان جان، بهترین راه حل این مسئله اینه که دروغ بگین. تو این خونه همه قبولتون دارن، حرف شماست، بابا باهاتون بحثم نمی کنه. من خودم فکر می کنم عدنان از جنید خواستگار بهتریه، ولی خب. ولی چی؟ ولی اگه دروغ من تو زندگی آینده زویا اثر بدی بذاره اون وقت چی؟ هیچ اثر بدی نمیذاره. شما همه ی این کارا رو به خاطر زویا میکنین. خودتون وضعیت خونه رو میبینید. قبل از اینکه زویا کار بدی بکنه، شما به عدنان جواب مثبت بدین. خواهش میکنم با زویا حرف بزنین، راضیش کنین. بهش بگید استخاره برای جنید خوب نیمده، ولی برای عدنان چرا؟ اینطوری بابا هم دیگه چیزی نمیگه. معین، چطوری همچین دروغ بزرگی رو بگم؟ خدای بزرگ منو نمیبخشه، استغفرالله. این فقط یه دروغ مصلحتیه. ما خیر و صلاح زویا رو میخوایم. من برادرشم، نگران خوشبختیشم. اگه کار اشتباهی کنه این وظیفه ماست که جلوشو بگیریم. این زویام که هیچی نمیفهمه، بچه‌م که نیست. من زویا رو میشناسم، اصلا تقصیر اون نیست، اون معصومه، همش به خاطر دوستی با اون آرشینه. هیچ وقت از اون دختره خوشم نیومده، نمیتونم تحملش کنم. شما فقط همون کاری کنید که من دارم میگم. خواهش میکنم. که تم هی آل هو گئے، آل پار هو گئے.